آیا اعتراضات اخیر در بازار ایران صرفاً اقتصادی است یا سیاسی هم هست؟ تا چه حد تغییرات در دولت میتواند مشکلات را حل کند؟ سلام بر شما و خوش آمدید به این برنامه. اوضاع اقتصاد نامساعد است و بازاریان معترضند. اعتراض‌ها با پاسخ‌های سخت نیروهای امنیتی مواجه شده. دولت، قوه قضاییه و شخص رهبر جمهوری اسلامی تهدید کردند به برخورد شدید و بعضی حتی از اعدام کسانی که اخلالگران اقتصادی می‌خوانند صحبت کردند. در این حال دولت روحانی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. فشار بر دولت برای مشکلات اقتصادی به حدی بالا گرفته که اکثریت نمایندگان مجلس در نامه‌ای از او خواستند وزرای اقتصادیش را تغییر دهد. اما ماجرا به همینجا ختم نشده و بعضی حتی از لزوم کنارگیری خود دولت گفتند که حسن روحانی را به واکنش واداشت. دولت نیسته. اگر کسی فکر میکنه دولت میترسه، دولت استعفا میکنه، دولت کنار میره، اشتباه میکنه. ما هممون در کنار هم تا روز آخر دولت دوازدهم به عهدمان وفا میکنیم. ما به مردم وعده دادیم، ما امانتدار مردمیم. مگه چیزی در دست ماست، مال خود ماست که تحویل کسی بدیم؟ صحبت‌های او در حالی است که هنوز تحریم‌هایی که قرار است آمریکا با خروج از برجام برگرداند بر نگشته و تنها تأثیر روانیش اقتصاد ایران را چنین کرده. در بحبوحه این ماجرا وزارت دارایی آمریکا هم اعلام کرد تا 13 آبان خرید نفت اروپا از ایران باید به صفر برسد. آیا حسن روحانی می‌تواند از این فشارهای سیاسی داخلی و خارجی عبور کند؟ چقدر زمزمه احتمال قبضه قدرت توسط نظامیان جدی است؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم با تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی از پاریس، محمد رضا سبزعلی پور، فعال اقتصادی سیاسی از همدان و علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن. خوش آمد میگم به مهمانان برنامه. آقای رحمانی، واکنش آقای روحانی فکر می‌کنید به چیه؟ چرا اینقدر تند واکنش نشون داده؟ ببین، واکنش آقای روحانی با اون قسمتی از جناح راست افراطی که شعار استعفای روحانی مطرح کردن، این وحدت نیست در جناح راست که آقای روحانی برود کنار، چون براشون هزینه داره. ولی خب برنامه شون اینه، روحانی رو فشل کنن و تا حد زیادی برنامه هاشو کنترل کنن. یه مقدار این کار کردن، ولی یک گرایش رادیکال تری تو اینا هست، تندروتری هست، که میگه روحانی استعفا بده. ظاهرا این مورد توافق آقای خامنه ای نیست و روحانی در حقیقت با اعتماد به نفس این التزامی که گرفته بود دیروز اومد این سخنرانی رو کرد. ولی خب یه نکاتی هم در مورد مواضع روحانی و تیم اقتصادیش هست که در اگه ادامه پیدا کرد توضیح میدم، چون مشکلات اقتصادی تیم آقای روحانی مشکلات اقتصادی بیشتر کرده. اقتصاد ایران یک اقتصاد تزریقی است، نه اقتصاد تغییری و تولیدی. هیچ کس هم تا اطلاع ثانوی توان تغییری که تو این حاکمیت نداره، فقط با تزریق یه سری کارها میتوانن یه مقدار وضع بهبود بدن و این همه‌شون هم میدونن، یعنی هم کارگزاران، هم نظامیان و هم به صلاحت اصلاح طلبان میدونن که این اقتصادی که درست کردن اقتصادی نیست که بشود به سوی تولید حساب شده و ملی برد. ولی این موضع آقای روحانی یک موضع حساب شده بود، یک پیامی هم بود که گرفته بود که نمیشود ایشان به صلاح ایشان استعفا داد. ساختار قدرت در ایران اینطور نیست که رئیس جمهور استعفا بدهد. نمیشه گفت گاهی راست افراطی هم کاراش گاهی خودشو تو آفساید میبره. اون بخش راست افراطی ساختار قدرت در ایران اجازه نمیداد رئیس جمهور به راحتی استعفا بدهد، چون استعفاش بحرانهای بیشتر ایجاد میکند. در پیام آقای ظریف هم بود، بخش عظیمش به راست افراطی بود که بابا اگه ما بریم کنار انگار نیست که شما موفق میشید. پس زمینه های این اعتراض به این شکل بود. آقای علی پور، نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید معدود هستند اون بخش از جناح راست و کسانی که خواهان کنارگیری آقای روحانی هستند، یا زمزمه های بیشتر از این شما شنیدید؟ با نام یاد خدا، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و میهمانان گرامی. خدمت شما عرض کنم که
این زمزمه‌ای که مطرح شده، حالا با توجه به اینکه دوستان گفتن از طرف اصولگرایان بوده، ابتدا از طرف دوستان آقای روحانی مطرح شد. آقای حسین موسویان که یار دیرین خدمت شما عرض کنم آقای روحانی بوده، ایشون اولین بحث رو مطرح کردن و الان هم در حد گسترده نیست این صحبت. این در حد دو سه تا به حساب بحثی بوده که مطرح شده و همچنان که آقای رحمانی به درستی اشاره کردن، بحث کنار رفتن آقای روحانی مشکلات رو حل نخواهد کرد. بس این نیستش که ایشون بره، بلکه مشکلات بیشتر خواهد شد. اگه قرار بود روحانی کنار بره که این همه ملت نمی‌اومدن تو صف وایستن در داخل خارج و همه با هم دیگه یک همدلی داشته باشن که ایشون رو انتخاب بکنن. ایشون رو انتخاب کردن که کارها درست بشه. ایشون همین الان میتواند یک سری برنامه‌ها رو به هر صورت مرتب بکنه. هنوز ناامیدی به حساب جامعه رو در بر نگرفته، امید هنوز هست. منتهای مراتب یک سری برنامه‌ها و مدیریت‌های صحیح باید اعمال بشه که متأسفانه دولت در طی مدت 5 سال گذشته از این مدیریت صحیح و از این برنامه ریزی درست غافل بوده. خب و به اگر در 5 سال نتونسته چطور در 3 سال میتونه؟ ببین این که آدم در 5 سال نتونسته کاری رو انجام بده دلیل برای نیستش که نتونه در 2 سال آینده انجام، چون شاید تو 5 سال آینده اصلا طرف مقابل هیچ کاری رو انجام نداده، یا شاید اونجور که باید و شاید دل به کار نداده، یا شاید افرادی رو استفاده کرده و سیاست‌های غلطی رو به هر صورت اعمال کرده که باعث چنین چیزی شده. ولی از همین امشب سیاست‌ها رو اگر درست بکنن، اگر از افرادی که واقعا کننده هستن بهره برداری بکنن، نه به خاطر اینه که ما بریم دوستمون رو بیاریم بذاریم سر فلان کار، اون باید این کار رو انجام بده که منجر به فجایعی بشه، میتوانند. هیچ دلیل برای نیست که 8 سال نشده مثلا در 1 سال آخر نشه. میشه کارها رو انجام داد و من اعتقاد دارم که میتوان به هر صورت قدمهای مثبتی رو برداشت و با رفتن تنها روحانی به کنار هیچ گرهی از مشکلات اقتصاد ایران حل نخواهد شد. ما حالا راجع به اون راهکارها بیشتر صحبت می‌کنیم در ادامه برنامه. آقای افشاری، نظر شما چی هست؟ این بحث که به هر حال جاهای مختلف خوندیم، نظراتی شنیدیم در موردش، با صحبت‌های آقای رحیم صفوی یه مقدار حتی رو اومد، گرچه خود آقای رحیم صفوی این رو تکذیب کرد، گفت رسانه‌ها از حرفای من سوء برداشت کردن، من نگفتم دولت باید کنار بره. فکر می‌کنید که اصلا چرا باید سپاه یا بخشی از سپاه اونطور که گفته میشه دنبال این باشه که دولت رو کنار بزنه؟ اگر الان میشه دولت رو مسئول دونست و یک سری از، یعنی بیشتر این بار مسئولیت رو روی دوش دولت گذاشت، چرا باید سپاه بخواد دولت رو کنار بزنه، خودش هم مسئولیت رو گردن بگیره؟ ببینید، ما هیچ گونه نشانه و علامتی نداریم که واقعا در سطح مسئولان ارشد سپاه چنین تصمیمی وجود داشته. در صورتی که برعکس این موضوع هستش، یعنی به حال خبرگزاری فارس شاید نزدیکترین رسانه هستش که سیاست های مسئولین فعلی سپاه رو بازتاب میده. در نوع مثلا رویکرد این خبرگزاری، این برخورد دیده نمیشه که به دنبال تغییر روحانی هستن، اما خب به دنبال مهارش هستن که بحث جدیدی هم نیست، از قبل هم مطرح بوده. اساسا بحث استعفای دولت در سطوح بسیار پایین اصولگرایان، حالا افراطی تندرو بگیم، نیروهایی که موسوم به ولایت مدار هستن، در سطوحی مطرح شده که اینها نه وزن چندانی دارن نه مثلا قدرت اثرگذاری دارن. ولی آقای روحانی رو به واکنش واداشتن. آقای روحانی این صحبت‌های تند در واکنش به صحبت‌هایی کرده دیگه، درسته؟ بله، اتفاقا میخوام بگم آقای روحانی معمولا از این فضاها استفاده میکنه برای تغییر بحث‌ها و این معمولا تاکتیک و سیاست ایشون هستش. از عنوان یک شگرد استفاده میکنه، یک مسئله فرعی رو تبدیل مسئله اصلی میکنه، چون به هر حال به لحاظ ایجابی آقای روحانی در عملکرد 5 سالش به خصوص در این 1 سال اخیر چیزی برای عرضه کردن به جامعه و کسانی که بهش رأی دادن نداره. از این کارها مونیکس حربای روانی استفاده میکنه و به نوعی به حال میخواد نشون بده که دولت شجاع هست، میسه و غیره. در صورتی که کسی که به طور صریح بحث استعفایش رو مطرح کرده، آقای موسویان از همکاران سابق آقای روحانی هست، یا بحث‌های در درون نیروهای حامی ایشون است که وقتی به هر حال کسی اومده قول‌هایی داده، وعده‌هایی داده، ادعاهایی کرده و نمیتونه اونها رو انجام بده، خب این موندنش در به اصطلاح مسئولیت چه چیزی رو حل میکنه؟ من با این بحث موافق هستم که رفتن روحانی یا دولت به تنهایی مسئله رو حل نمیکنه. مشکل خیلی بزرگتر است. شاید چه بحثا باید گفت که
کل نظام جمهوری اسلامی در این شرایط دیگه شایستگیش رو برای اداره کشور از دست داده و اگر فردی هم بخواد به عنوان مقصر اصلی این مشکلات کنار بره، بی تردید آقای خامنه ای مرجح هستش به حسن روحانی. منتهی بحث استعفا یک مسئله فرعی بوده. وقتی حسین شریعت مداری و حال مدیر مسئول روزنامه کیهان میگه وقتی که یه تیمی وسط بازی معنا نداره بره کنار، بنابراین اینو نباید به عنوان یک تصمیم در نه در سطوح بالای نظام نه در سطوح بالای بخش‌های مختلف جناح اصولگرا بهش نگاه کرد و اساسا همون مصلحت‌هایی که باعث شد که نظام بپذیره حسن روحانی در سال 92 بیاد تو صحنه با یک به اصطلاح طرح شعارهای نسبتا رادیکال، همون مصلحت‌ها باقی هست و نهاد ولایت فقیه و نیروهای حامیون ترجیح میدن که کماکان کنار بیستن، از موضع طلبکار برخورد بکنن و با آقای روحانی بگن لنگش کن و از اون طرف هم خودشون آماده بکنن برای بزنگاه‌های سیاسی آینده و دولت رو تضعیف کنن. من یه نکته هم اضافه بکنم که تقاضای آقای روحانی برای وحدت خب با توجه به عملکرد گذشته خودش در بن‌بست قرار داره. آقای روحانی در سالهای 80 تا 84 در مواجهه با دولت احمدی نژاد و نیروهای سیاسی که حاکم بودن این سیاست رو دنبال نکردن، بلکه برعکس از فشارهای خارجی، از وضعیت خراب اقتصادی به عنوان یک فرصت برای طرح خودشون و تقویت خودشون استفاده کردن. همین برخورد هاشمی رفسنجانی هم انجام داد و اصلاح طلبان هم به نوعی. بنابراین وقتی اونا خودشون در شرایطی که به هر صورت حالا به ادعای نظام دشمنان توطئه میکردن برنامه داشتن وارد وحدت نشدن، به طور طبیعی هستش که انتظار آقای روحانی هم از جناح‌های مختلف اصولگرا، منهای بخشی از اونهایی که به هر صورت با روحانی کار کردن تاکنون مثل علی لاریجانی، محقق نخواهد شد و اونها به برخوردهای به اصطلاح جناحی و رقابت خودشون ادامه میدن. آقای علی پور، نظر شما چیه؟ چقدر این وحدت شدنی هست؟ امروز می‌بینیم آقای لاریجانی هم باز راجع به وحدت صحبت می‌کنه. واقعا چقدر جناح‌های سیاسی داخل ایران الان با شرایط استثنایی که پیش اومده، فشارهای بیش از اندازه خارجی، این امکان رو دارند که یک پارچه عمل بکنن؟ ببینید خانم، من ابتدای اجازه بدید که یک گریزی بزنم به صحبت آقای افشاری و اعلام بکنم که اصلا برای چی پای آقای خامنه‌ای رو میکشیم وسط توی این بحث. به لحاظ اینی که اصلا چه ارتباطی به رهبر داره که شما الان میفرمایید که اگر قرار هست کسی هم کنار بره ایشون کنار بره، اگر شما میخواید بفرمایید که ایشون نمیذارن که ایشون کار بکنن، این یک بحث خیلی غلطی بوده که یک سری از دوستان در مملکت ما جا انداختن که بله آقای خامنه‌ای میخواد کار آقای روحانی میخواد کار بکنه، بعضی ها نمیگذارن. مگر آقای روحانی روزی که اومدش و کاندید ریاست جمهوری شد و در تلویزیون جلو چشم همه مردم، تازه روزی هم که اومد کاندید شد، ایشون از خیابون نیاورده بودن یه آدمی باشه مثل من علی پور بیکاره و هیچ کاره و چیزی رو ندونه. ایشون عالی ترین سمت های سیاسی رو داشت اون زمان. ایشون عضو شورای امنیت ملی بود، نماینده رهبری در اونجا بود، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مسائل و و و و، یعنی اطلاعاتی که من و شما تو روزنامه میخوندیم ایشون محرمانه تمام گزارش ها رو میتونست ببینه. همون روز نمیدونست که توی مملکت چقدر رئیس جمهور قدرت داره، کی نمیذاره کار بکنه، چقدر توان کار کردن داره. خاتمی رو ندیده بود، احمدی نژاد رو ندیده و دیگر نه، و همونجا کلیدش رو در نیاورد تو جیبش، برگشت گفتش که کلید حل تمام این مشکلات در اختیار من است و من اینها رو حل خواهم کرد. خب ایشون گفت حالا اگر نمیتونه، پس چرا باید بریم بگیم دیگری باید بره کنار؟ اگر مثلا به فرض مثال امروز آقای روحانی بخواد برای مردم یه تسهیلاتی قائل بشه، اگر بخواد یک بیمه درمان به فرض مثال همون بیمه سلامتی که گفتن خودشون اجرا بکنه و مردم یه تسهیلات خوبی قرار بگیرن، شب آقای خامنه‌ای ایشون رو صدا میکنه به حساب سمت دفتر خودش، میگه تو حق نداری به مردم این کار رو انجام بدی. یا اگر بخواد قیمت دلار رو بیاره پایین، دوباره فردا آقای خامنه‌ای ایشون رو صدا میکنه، میگه تو حق نداری این کارو بکنی. چرا این بحث رو به حساب ما مطرح میکنیم که همه فکر کنن که بله هر روز و هر شب آقای خامنه ای آقای رئیس جمهور رو صدا میکنه و بهش میگه تو نباید این کارو بکنی؟ در بعضی از مسائل بین المللی و خط قرمزهای بین المللی که قرار هست بله یک مثل برجام و اینا صحبت بشه، خب هم فکری با هم دیگه باید داشته باشن، اما نه در اینجا. خواهش میکنم که این بحث به این شکل مطرح نشه. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، همینجا یه سوالی از شما بپرسم. خیلی ها معتقدن که مشکلات اقتصادی امروز مملکت اتفاقا از همون نقاطی سرچشمه میگیره که آقای خامنه ای واردش میشه. بحث
بحث سیاست بین الملل، بحث حضور منطقه ایران، اینها چیزهایی هست که آقای خامنه‌ای تصمیم گیرنده نهایی هست و آقای روحانی هم باید بر اساس تصمیمات آقای روحانی خامنه‌ای تصمیم بگیره و نتیجهش همین هست که الان می‌بینیم. منتقدان این رو میگن. نه ببینید، منتقدان این رو دارن میگن، منتها به شکل کلان دارن به قضیه نگاه میکنن که اگر ما همین الان فقط با آمریکا آشتی بکنیم همه چیزمون حل میشه. ما اگر همین الان آمریکا هم با ما دوست باشه، دقیقه به دقیقه رفت آمد به حساب مقاماتمون با هم دیگه ادامه داشته باشه، ولی اگر ما نتوانیم امور را به خوبی مدیریت بکنیم، از تیم خوب استفاده بکنیم، برنامه‌های خوبی رو مدون بکنیم، دوباره همین آش و همین کاسه است. شما حساب بکن چند تا کشور تو دنیا هستن که با آمریکا ارتباط دارن، با اروپا ارتباط دارن، ولی خب برنامه‌های خوبی تو مملکتشون اجرا نمیشه. ما اگر قرار هست که بتوانیم همچین کاری کنیم، اگر قرار برای ما بیان مثلا امروز ده ها ماشین درجه یک بین المللی رو بیارن، در ماشین خوب دنیا رو بیارن در اختیار ما قرار بدن، یا هواپیماهای بزرگ دنیا رو نو بیارن در اختیار ما قرار بدن، بگن از اینا استفاده کنیم، ولی ما اگر نتوانیم اینها رو درست خلبانی بکنیم، نتوانیم اینها رو درست رانندگی بکنیم، نتوانیم براشون فرودگاه درست ایجاد بکنیم، خب با اینها برسو سقوط میکنیم. ما بحثمون سر این هستش که جدای از این مسائلی که باید با همفکری رهبر و ریاست جمهوری یک سری مسائل اجرا بشه، همین الان صحبتی که آقای روحانی دیروز اومدن انجام دادن، خب مطمئنا با هماهنگی است آقای رئیس جمهور. اگر قرار بود رهبری مخالف ایشون باشه، اگر قرار بود همچین بحث باشه، بله ایشون میگه ایشون استعفا بده، مگر نمیتونست بگه؟ مگه زمان بنی صدر این اتفاقا نیفتاد؟ ایشون اصلا مخالف این بحث هستن. بحث برکناری رئیس جمهور هم همینجور که دوستان اشاره کردن، از طرف اول دوستان خود همسوی آقای روحانی مطرح شده و آقای روحانی این صحبت رو کردن. بله. علی حال صحبت دیروز آقای روحانی برخلاف صحبت‌های قبلی که تا الان انجام داده بود و از موضع خیلی خدمت شما عرض کنم که غرور و خیلی مقتدرانه صحبت می‌کرد، دیروز به نظر من آشتی جویانه بود. دیروز صحبتی رو انجام داد که تا به الان تو 5-6 سال گذشته کمتر چنین صحبتی رو انجام داده بود و به نظرم احساس کرده که مشکلات از طرف دولت زیاد بوده و الان دلش میخواد که بر مشکلات غالب بشه و غلبه بکنه و به همین خاطر حتی کلمه بوسیدن دست مخالفین و همه رو به هر صورت به زبان آورد، علی‌رغم اینکه گفت دولت کنار نمیره، باید با هم فکری و همکاری همدیگه این کار رو انجام بدیم، ولی این رو آورد. به نظر من صحبتاش آشتی جویانه بود، خوب بود، به فال نیک میگیریم. من خودم هم یک مطلبی رو امروز خدمت ایشون ارسال کردم که فردا احتمالاً رسانه‌ها منتشر خواهند کرد، علی‌رغم اینکه منتقد دولت بودم از نظر اقتصادی، منتها گفتم با وجود اینکه صحبتات آشتی جویانه بود، ما هم حاضریم کمکت بکنیم که بر مشکلات غالب بیای، چون هنوز امید هست. ولی اگر ظرف هفته آینده، ده روز آینده دوباره بگذره و هیچ اتفاقی نیفته، مشخصه که صحبتات شما آشتی جویانه نبوده و متاسفانه فقط و فقط به صورت گفتار درمانی خواستید دوباره مجددا اقتصاد رو درمان بکنید، که دیگه این اقتصاد با این وضعیتی که داره با گفتار درمانی کارش درست نمیشه. من از آقای رحمانی همین رو بپرسم، بعد برگردیم به این که چه اتفاقاتی باید در اقتصاد بیفته. آقای رحمانی، آیا به نظر شما این صحبت‌های آشتی جویانه که آقای علیپور راجعش صحبت می‌کنند الان گوش شنوایی در گروه‌های سیاسی داخل ایران داره؟ آیا آقای روحانی می‌تونه گروه‌های سیاسی داخل ایران رو به یک اتحاد برسونه الان؟ ببینید، ترامپ و یه مقدار اسرائیل و عربستان یه کاری کرده که جناح‌های ایرانی وقتی مسئله نظام مطرح میشه به هم نزدیک میشن. طبقه متوسط ایران هم از جنگ و عراق شدن میترسه و جریان‌های رادیکال داخل حکومت ایران و بیرون از حکومت ایران در حقیقت وقتی موضع تون میگیرن این طبقه متوسط هم میترسانن و این باعث میشه که کل جامعه ایران در مقابل فضای ایجاد شده حساس بشه. ولی اینکه وحدت ایجاد میشه من بعید میدونم، یعنی حالت دوم آقای روحانی رو سوق میده. ولی من از آقای علیپور این سوال میدونم بکنم که آقای علیپور، جمهوری اسلامی یعنی یه جمهوریتی داره، اکثریت مردم با آقای روحانی رأی دادن، آقای خامنه‌ای در تعیین همه وزرا و بیشتر وزرا دخالت میکنه. سپاه پاسداران ایران، نه من نمیگم سپاه لازم نیست، بحث من این نیست، در اقتصاد اختیار فوق‌العاده‌ای داره، همه کیک قدرت و اقتصاد رو میخواد و این بحرانزاست و توانایی نداره. تیم مدیریتی مطلوب آقای خامنه‌ای احمدی نژاد بوده که شکست خورده. ببینید، کتاب آقای روحانی همزیستی با جهان هست
و کتاب نانوشته آقای خامنه ای تنش کم شدت با سلطه جهانی است. من نمیگم با آمریکا باید رابطه برقرار کنیم همه چیز میشود بهش، ولی نوع رابطه با جهان خیلی مهمه. این مسئله تنش ایجاد میکنه. سیاست های آقای روحانی چه جریانی چرخ به اصطلاح زیر پاش خربزه میذاره و به شکست میرسانه. من نقش سیاست های کرام اسرائیل و عربستان قبول دارم، ولی با این سیاست های داخلی هم قابل نقد بررسی است. دولت مشکل اقتصادی داره، کاملا درسته. تیم دولت برنامه اقتصادیش به اقتصاد ایران نمیخوره، ولی آقای خامنه ای کسی در هست نگه داشته که اقتصاد تولیدی داشت، آقای موسوی کسی در هست نگه داشته که به اتحادیه‌های صنفی قدرت می‌داشت و توان بسامان کردن اقتصاد ایران در دوره جنگ داشت. سیاست جناحی که آقای خامنه‌ای ازش حمایت می‌کنه سیاست اقتصادی دلالیه، و این سیاست اقتصادی دلالی با شعاری که ایشان میده اقتصاد مقاومتی نمی‌خواند. بعد از یک طرف دیگه تمدن بزرگ درست کردن منوط به صنعتی شدن و توسعه یافتگی است. با تنش کم شدت با جهان و مقابله با سلطه جهانی نمیشود به تمدن رسید. ما باید رابطه مستقل و مرتبط با جهان داشته باشیم. اینکه شما میایید میگید که آقای روحانی نباید میامد کاندید میشد، ببینید قانون اساسی اختیاراتی داده. اون چه که مردم رأی میدهند باید سیاست اجرایی بشود. خط قرمز هم جای تعریف داره. آقای خامنه ای بالاتر از قانون اساسی وارد میشه، حتی این قانون اساسی که بهش خیلی از نظر من ایراد وارده، ایشان خیلی جا بالاتر از قانون اساسی وارد میشه. دخالت آقای خامنه‌ای گاه در جزئیات صورت میگیره، در مورد احمدی نژاد هم بود. حالا ما بیان میگیم چون آقای خامنه‌ای این اخلاق داره، هر کس که میخواد کاندید ریاست جمهوری بشود باید مطابق ملی ایشان باشه. خب مطابق ملی ایشان آقای رئیسی بود، رأی ندادن مردم. پس آقای خامنه‌ای است که باید الان با آقای روحانی را بیاد، نه برعکس. الان برعکس هم شده، تیم اقتصادی آقای روحانی هم فشله. این مشکل رو مضاعف کرده و مشکلات خارجی. خب آقای علیپور بفرمایید تا بحث رو روی اقتصاد هم ادامه بدیم. ببینید دوستان عزیز، شما اون طرف آب هستید، ما این طرف آب هستیم. من مخالف این نیستم که با دنیا ما ارتباط نداشته باشیم. من موافق اینم که با دنیا ارتباط برد برد داشته باشیم. به هر صورت بدون ارتباط با جهان خارج اصلا معنی نداره زندگی و مملکت داری. منتهای مراتب من نمیگم که خدمت شما عرض کنم که آقای خامنه ای هر کس رو به هر صورت چون با ایشون نیستش نباید کاندید میشده آقای روحانی، اصلا بحث سر این نیست. منتهای مراتب آقای روحانی رو که شما میگید آقای خامنه ای این همه چوب لا چرخش داره میذاره، همه اینها از بیرون داره دیده میشه. من در داخل هستم، بارها التماس میکنم به مقام دولتی که حاضرم پول هم نگیرم ولی کار بکنم و یک بخشی از گره این مملکت رو باز بکنم. مقام خود دولتی این دولت اجازه نمیده حتی شما پاتو بذاری داخل اون وزارتخونه. این ربطی به خامنه ای داره؟ نداره. منتهای مراتب خودشون نمیخوان کار بکنن. خود آقای روحانی بارها صحبت شده، من خودم کسی بودم. بله اجازه بدید، اجازه بدید، من خودم کسی بودم که برای آقای روحانی من یه سوال کسی بودم. یه سوال، آقای خامنه اجازه میداد از تجربه محمد توسلی شهردار قدیم تهران، شهرداری تهران استفاده کنه؟ چون خودی نیست. ببینید اینه آقای علیپور، مشکل اینه. هیچ شایسته سالاری در نظام نیست. همین آقای موسوی چقدر سیاست خارجی متوجه است که آقای هرمیداس باون متوجه است؟ جایگاه هرمیداس باون کجاست؟ چون عضو جبهه ملی است. ببینید این مشکلات آقای خامنه‌ای اجازه فرمایید میشه. شما نه بحث من اصلا دفاع آقای رحمانی اجازه بدین آقای علیپور جوابتون رو بدن. بفرمایید. بحث من دفاع از اشخاص نیست. منتهای مراتب میخوام خدمتتون عرض بکنم. مثلا شما میگید آقای خامنه‌ای از این استفاده نمیکنه، از اون استفاده. مگر آقای روحانی استفاده میکنه؟ مگر خود آقای روحانی الان نگاه بکنی ببینید کیا رو دور و بر خودش از نظر تیم اقتصادی یا کسانی که هستن جمع کرده؟ مگر حاضره که بیاد از آقای ایکسی که الان تو خونه پیش زنش نشسته سبزی برمیچینه و یکی از مغزهای اقتصادی بیاد استفاده بکنه؟ شما برید به معاون ارزی بانک مرکزی نگاه بکنید ببینید یه جوان دهه 60 است که یک روز هم ایشون سابقه بانکی نداره. از روزی که آوردن گذاشتنش داخل بانک مرکزی تا الان جلو یک دونه خبرنگار ظاهر نشده، چون نمیتونه برسو دفاع کنه. از روزی هم که اومده همین بحرانه ده. اما حاضر نیستن برش دارن. چرا اصرار میکنه آقای روحانی؟ آقای خاتمی، آقای خامنه‌ای گفته ایشونو بذارید سر کار اونجا. درست. خب ایشون هم باید بر صورت آقای سیف الان یک ماه دیگه دورش داره تمام میشه و آقای به حساب روحانی توی این تغییر تحولات میخواد رئیس بانک مرکزی رو.
روغن ریخته رو که خرج مسجد نمی‌کنه. آقای آقای افشاری هم خیلی وقت ساکت. آقای افشاری من میخوام از شما نظرتون راجع به حرفای آقایون بپرسم و اینکه همین بحث این انتقادهایی که همواره به دولت آقای روحانی مطرح شده، یه دوره ای از طرف اصولگرایان، الان خیلی از اطرافیان ایشون، فکر میکنید اصل این انتقاد چیه؟ آیا این بحثی که آقای علیپور مطرح میکنه استفاده از آدمهای ناکارآمد، جوانانی که این کاره نیستن، یا نه بحثای عمیقی تر از این هاست؟ بله، ببینید البته من ملاحظات آقای علیپور در داخل کشور هستن و درک میکنم. ثانیا ما اینجا هر کدوم نظر خودمون رو میگیم، از زاویه خودمون رو مسائل نگاه میکنیم. من مثلا کلی بگم، شاید آره علیپور اشتباه تلقی شد که من در دفاع از حسن روحانی گفتم. نه، من از یک نگاه ساختاری میگم. به نظر من انتقادات شما به روحانی نه تنها وارده، من خودم به مراتب انتقاد بیشتری دارم نسبت به عملکرد روحانی و اساسا انگیزه روحانی. یعنی من نه در گذشته من نه در حال باور نداشتم اصلا روحانی با اون سوابق بر اساس انگیزه های ملی مردم خواهانه به صحنه اومده. نه، اون یه بازیگر همیشگی قدرت هست، فرصت مناسب دیده و الان هم بیش از همه چیز به دنبال این هستش که به شکل سالمی دوره 4 ساله دوم ریاست جمهوری خودش رو تموم کنه و در جمع نخبگان نظام باقی بمونه و برسا یه نگاه هایی به برخی مقام های دیگه و آینده سیاسی هم داره. این حسن روحانی نگاه من. حسن روحانی سهم داره، ولی از نگاه ساختاری مشکلات اقتصادی امروز ریشش و منشش برای الان نیست. این دقیقاً آبی هست که پشت سر سدی در 4 دهه جمع شده. 4 دهه مجموعه بیکفایتی ها، تصمیمات غلط، حذف منابع انسانی بزرگ کشور، دامن زدن به انتظاراتی که در اندازه ایران نبوده، کشور رو تقلیل دادن سیاست خارجیش رو به ابزاری برای آن چیزی که تحت عنوان بیداری اسلامی گفته شده در دوره آیت الله خمینی، چه در دوره رهبری آقای خامنه ای، همین سیاست صدور انقلاب و غیره، ایران رو به اینجا رسونده. دیگه دولت مثل قبل دستش باز نیست، اون پولهای نفت کلان نمیاد. این از به اصطلاح منظر اصلی ماجراست که باعث شده که اون مشکلات گذشته الان بیاد رو. دومین عاملی که هست نهاد ولایت فقیه ها. من گفتم این نهاد که شخص آقای خامنه ای اداره میکنه، منابع اصلی قدرت در دستش هست، تنظیم کننده اصلی سیاست خارجی کشور هست. این که مردم مجبور میشن که در حال بیان یا بین روحانی و جلیلی انتخاب کنه، حتی در گذشتهش بین خاتمی و ناطق انتخاب بکنن، باز مجبور بشن بین روحانی از ترس رئیسی انتخاب بکنن، چه کسی، چه نهادی، چه جریان این رو بر جامعه ایران تحمیل کرده؟ همونجا که آقای علیپور گفتن، چه کسانی باعث شدن که همه به اصطلاح نهادهای حاکمیتی در ایران، نهادهای عمومی و ملی در ایران به گروگان دو جناح گرفته بشن؟ که منم قبول دارم، البته نمیگم همه اینطور هستن، در بین اونها هم افراد شایسته هستن، ولی اولا تبدیل میشه به گروکشی بین دو گروه در جامعه ایران. چه کسی این رو تحمیل کرده؟ من از این منظر ساختاری میگم آقا منشأ اصلی مشکلایی میخوام عمقی نگاه بکنیم، ریشه‌ای نگاه بکنیم. به هر حال این نهاد ولایت فقیه هست و شخص آقای خامنه ای هم هستش که محکم ایستاده و حاضر نیست سر سوزنی از این سیاست‌های غلط در عرصه داخلی و عرصه خارجی به اصطلاح تجدید نظر بکنه. محکم ایستاده و حافظ این وضع موجود هستش به عنوان بالاترین مقام. آقای افشاری، آیا بذارید من این رو ازتون بپرسم، آیا فکر می‌کنید اعتراض‌هایی که الان می‌بینیم، که بسیاری از کسانی که درگیر این اعتراضات هستند کسانی هستند که فعالای اقتصادی هستند، ظرف این روزهای اخیر عرض میکنم، آیا اینها اعتراضات صرفا اقتصادی است یا فکر میکنید که جنس متفاوتی داره؟ آیا اعتراض به همون ساختاری هست که شما میگید؟ بله، ببینید این اعتراضات نیروهایی که به صحنه میان معترض میشن، نیروهای در سطح پایین رو میگن، نیروهای عادی، اینا مطالبه دارن. اینا خب با این نگاه نمیان که حالا این ناشی از ساختار هست یا ناشی از عملکرد افراد هستش. از اعتراضات دی ماه به بعد ما شاهد به اصطلاح پیوستن یک دسته جدیدی از نیروها به کنش‌های اعتراضی و خیابانی هستیم. اینها در اصل خودش اقتصادی است، ولی وقتی وارد عمل میشه خب سیاسی هم میشه، یعنی میشه به حوزه اقتصاد سیاسی تعلق داره. در اعتراضات اخیر که حالا 2 روز منجر به اعتصاب در بازار تهران و برخی از شهرستان‌ها شد، خب باز یه دسته جدیدی اومده. خب اینا متفاوت هستن با اون آدم‌هایی که در دیما در خیابان‌ها بودن.
اما هر دوشون در حوزه اقتصادی وحدت میرسن و اونها نگران یعنی به حال بازاری ها خب اعتراضات مشخصی به رکود حاکم دارن، اینکه فضای کسب و کار به شدت نامساعد هست، قیمت بالای ارز، فشارهای دولت، همین برخوردی که آقای روحانی کرد. آقای روحانی که حداقل در دهه گذشته همه جا مدعی دفاع از اقتصاد باز بوده، همه جا دفاع از این که عرصه خصوصی بیاد بازار خودش به اصطلاح کنترل بکنه همه چیز رو، شما می‌بینید به سرعت اومده و حالا مدافع اقتصاد بسته شده و مرتب به برخوردهای تعزیراتی داره فعالان اقتصادی رو تهدید میکنه. همین چرخش به یک باره خب طبیعی هستش که امیدها و انتظارات نسبت به آینده‌ام از بین میبره، یعنی نشون میده که هیچ گونه فکر راهبردی و منسجمی در این مجموعه وجود نداره. به هر حال این بازاری‌ها با این اعتراضات اومدن، اون نیروهای میدانی که به حال به سر کف جامعه اومده بودن، بیشتر طبقات محروم، اونا خب نسبت به گرانی، بیکاری و در مجموع نسبت به این که چشمنداز روشنی رو برای آینده اقتصادی ایران نمیبینن، تقریبا این حس در اقشار مختلف جامعه به وجود اومده که اقتصاد ایران در آستانه ورشکستگی کامل است و اینم مسئله زندگی روزانه مردم، مسئله معیشتی، نیازهای اولیه است. خب باعث شده که به هر صورت این اعتراضات رو شاهد باشیم، ولی وقتی که میاد در صحنه عمل سیاسی هم میشه و حال کسانی هم به این اعتراضات میپیوندن که خواسته های سیاسی دارن. خب حال به نظر من همه این کسانی که در این تجمعات چند روز اخیر شعارهای سیاسی میدن نمیشه که لزوما اینا بازاری بودن. حالا وقتی فضا ایجاد میشه برای اعتراض، اونها هم میپیوندن و این باعث شده که اوضاع بغرنج بشه، که خود حسن روحانی هم اعلام کرد که اگر فشار خارجی با فشار داخلی همسو بشه اون وقت وضع خیلی خطرناک میشه. یعنی به هر حال هر دو جناح نظام اینو متوجه شدن و به همین دلیل هم هستش که در این مقطع نظام به هیچ وجه حاضر نمیشه حسن روحانی کنار بره یا فشارها رو بر اون زیاد بکنه. اما جناح رقیب هم بیکار نمیشینه، کما اینکه خود آقای روحانی نکرده. آقا کسی که خودش در سال 82-83 از فشارهای خارجی برای تشدید انتقاداتش به دولت مستقر استفاده کرده و تا همین دیروز بدترین تعابیر رو برای همین نیروهای اصولگرای منتقد خودش به کار برده، چطور میتونه انتظار داشته باشه که اونها در این فضا که فرصت رو برای رشد خودشون مهیا میبینن حالا بیان و بخوان پشت سر آقای روحانی بایستن؟ خب نمیشه. شما اون روزی که میگفتید که بعد انتخابات که فردا آب بیارید که این زغاله که سر صورتون هست و بشورید، اون موقع باید فکر میکرد که ممکنه یک سال دیگه به همون نیروها نیاز داشته باشه. بذارید از آقای رحمانی بپرسم. آقای رحمانی، این چند روزه صحبت این که بازار التصاب کرده یک مقایسه های ایجاد کرد با زمانی که بازار در انقلاب 57 به صف معترضان پیوست. همیشه میگن که این خیلی تاثیرگذار بوده. به نظر شما بازار امروز همون بازاری هست که در سال 57 در اعتصابات و اعتراضات تاثیرگذار به حساب می اومد، یا بازار متفاوتی رو شاهد هستیم؟ به نظر ما بازار امروز و بازار 57 خیلی فرق داره. بازار امروز در کنارش یک قاچاق کالایی هست که این قاچاق کالا از طریق اسکله ها وارد میشه. ببین شما الان یک نقدینگی وحشتناک داری، یک سری اخشاری که از این نقدینگی سود میبرن و کسانی که این قاچاق وارد میکنن، اینا یه حکومتن در کنار دولت و بازی خودشانه میکنن. بعد از اعتراض وزیر ارتباطات به یوروی دولتی گرفتن و آزاد فروختن بود که این موج را افتاد. این بازار قدرتش به بازار 57 شباهت نداره. یکی همین را دقت بکنید، این بازار لایه لایه است. باید ببینیم کدام قسمت بازار اعتراض کرد. ببینید کل اقتصاد ایران یک اقتصاد دلالی است از نوع متلفه، یا اقتصاد دلالی مدرن از نوع کارگزاران. تولیدی در کار نیست. یعنی آقای خامنه اقتصاد مقاومتی میگوید ولی نمیکند. سیاستگزاران آقای روحانی هم سیاستگزارانی هستند طبق مدل‌های ترجمه شده به اصطلاح عمل میکنند، ولی اقتصاد ایران ببینید یک اقتصاد آزاد خودی است. یعنی آزادی اقتصادی ایران در دست رانتیاست. این 40 تا شرکتی که موبایل ارز دولتی گرفتن ولی اومدن به بازار آزاد موبایل فروختن، اینا همه خودیان، یا متعلق کارگزارانن، یا اصلاح طلبا، یا به سپاه. پس ببینید اینا اومدن که بازار رو به هم میریزن. ما الان با دو تا مدل اقتصادی مواجه هستیم. یک اقتصادی که در دولت باید وجود داشته باشه، یک اقتصادی که در حکومت وجود داره. قاچاق
قاچاق کالا، نقدینگی سرگردان، سیاست‌های غلط دولت و اخشاری که از این سود می‌برن. و از یک طرف دیگه ببین اعتراضات دیما 25 نفر کشته شدن مظلومانه، ولی باید چه که دولت بترسه سیستم رایانه‌ای کردن مغازه‌های سنتی برای گرفتن مالیات درست عقب بیاندازه. خب این یه مشکله. واقعیت اینه که این حل شدنی نیست. چرا الان مسئله نفت اینقدر مشکل ایجاد کرده؟ اینه باز آقای خامنه‌ای پرسید. آقای خامنه‌ای اقتصاد وابسته به نفت اینقدر نمیتواند بدون توجه به تولید باشه. ببینید در نگاه کل برنامه ریزان اقتصادی ایران تولید جایی نداره. من هم از اصلاح طلب ها، هم از کارگزاران میپرسم، هم از سپاه. نقش تولیدی سرمایه های شخصی شما چقدره؟ یعنی این آقایانی که الان مثلا وزیر بهداشتی که میگه من میلیارد دارم، چند تا نهاد تولیدی تقویت کرده در همون تخصص خودش؟ این مشکل ریشه ایست. بله. این مشکل آقای موسوی قبول نداشت به خاطر تأثیری که از آقای عالی نسب گرفته بود. عالی نسب هم دید مصدقی داشت. خب این اقتصاد و این بازار یه بخشش ملتهب میشه، یه بخشش هم هنوز منافع داره، ولی این اعتراض بازار قابل کنترله، به خاطر اینکه این اعتراض فرق داره با اعتراض دیما. ولی یه چیزی هم به شما بگویم، دولت جمهوری اسلامی، ده حکومت جمهوری اسلامی قادر به برقراری نفت حتی با سرکوب هست، فعلا با این اعتراضا نمیفته. این واقعیتیه. به این خاطره که آقای خامنه‌ای هنوز روی کارتهای منطقی خودش حساب میکنه، روی سیاستهای خودش حساب میکنه، ولی اینکه این به نفع مردم ایران نیست و مشکلات مردم مضاعف میشه یه بحث متفاوتیه. واقعیت اینه که این بازار با بازار گذشته فرق داره. یک لایه از بازار بود اعتراض کرد، همون لایه‌ای تقریبا قاچاق داره، با جنس قاچاق داره میگرده، ولی لایه‌های اصناف فقیرتر بازار هستن که الان صدایشان به جایی شنیده نمیشه. صحیح. چون سیاست‌های مؤتلفه و کارگزاران در جهت رابطه منطقی تولید و مصرف در بازار ایران نیست. آقای علی‌پور، من می‌خوام نظر شما راجع به همین سوال بپرسم، و همینطور شما معتقدید که سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی غلط بود؟ البته دو نفر دیگه هم همین نظر دارن، ولی می‌خوام بپرسم که به نظر شما کجاها غلط، اصلی اشتباه اصلی اتفاق افتاده و کجاها رو باید آقای روحانی الان تصحیح بکنه؟ ببینید بازار که حالا به نوعی اشاره کردم که متفاوته، این بازار کاملا متفاوت با بازار سنتی سال 1357. اصلا این بازار دیگه اون بازار نیست. اون بازار ساعت 4-5 صبح باز بود، این بازار ساعت 9-10 صبح هم به زور باز میشه، تازه بازاریش بخواد از خواب بلند شه بره بازار. این بازار دیگه اون بازار پس نیست. حالا جدای از اینکه قاچاق میفروشه یا جنس غیر قاچاق میفروشه، اصلا بینش کاری نداره. بازاری 57 دیگه الان تو بازار ما چنین کاراکتر و شخصیتی کمتر داره. و این شلوغی هایی که به هر صورت بود به خاطر اعتراض به یک سری گرانی ها یا این برنامه هایی که خیلی هرج و مرج ارزی و نابسامانی های اقتصادی که به وجود اومده بود، خب به هر صورت حق همه مردم هست، میتونن اعتراض بکنن. منتهای مراتب کسانی که اگر خیال کردن، چه در داخل چه در خارج، چه خارجی چه ایرانی، که با یک همچین وضعیتی نظام از بین میره، انقلاب میشه، شلوغ میشه، یه همچین اتفاقاتی میفته، سخت در اشتباهن. یه همچین وضعیتی هیچ وقت منجر به انقلاب نمیشه، هیچ وقت منجر به براندازی نظام نمیشه. متاسفانه باید از همین جا اعلام بکنم که این اعتراضات که اولش بعضی به حق شروع میکنن، به هر اعتراض میکنن، بعد یک سری میان و مطالبات دیگه واردش میشه، یک سری منجر به هرج و مرج میشه. یعنی یک سری هستن از آب و گلالود میخوان ماهی بگیرن، یکی دنبال به هر صورت یک برنامه دیگه هستی که برنامه و به مرور زمان دامرش هرج و مرج. به نظر شما کلن اعتراض نباید؟ نه اعتراض، الان مثلا اعتراضی که میخوان بکنن، اعتراض شخص من به تنهایی یک ساز بزنم و یکی نه رهبریتی داره، نه اتحادیه‌ای داره، نه سندیکایی داره، نه خدمت شما. اجتماع با همدیگه اتحاد ندارن، یعنی یک گروهی به صورت یک برنامه‌ریزی شده نمیگه آقا ساعت فلان فلان جا بیان بشینیم با همدیگه یک اعتراض رو ترتیب بدیم. احساسی اومدن بیرون و یک ادم بیان قاطی این قضیه بشن و یه دفعه شما میخواین اینور بدید ببینید اصلا سیل راه افتاد رفت به یه سمت دیگه.
علی حال میخوام بگم که هیچ وقت به انقلاب منجر نمیشه، بلکه به هرج و مرج منتج میشه. پس تا اونجایی که میتونه باید اینها کنترل بشه از طرف خود مردم و بدونن دارن چه کار انجام میدن. این یه طرف قضیه. و اینی که سوال کردید آقای روحانی، بله سیاست های آقای روحانی، آقای افشاری گفتن این مال 40 سال پیش اومده تا اینجا. بابا ما با 40 سال پیشش الان کار نداریم. کسی که اگه من علیپور اومده بودم کاندید ریاست جمهوری شده بودم و امروز رئیس جمهور این مملکت بودم، موظف بودم بابت اون وظیفه خودم، بابت اون اختیارات خودم پاسخگوی مردم و حداقل پاسخگوی اون رای دهندگان خودم باشم. ممکنه دقیق‌تر بگید آقای روحانی چه باید میکرد که نکرده؟ اشتباه آقای روحانی کجا بوده که کار به اینجا رسید؟ آقای روحانی اولا نیروهایی رو که انتخاب کرد نیروهای دوست بود، نه نیروهای شایسته سالار و متخصص. بیشتر به دوستان خودش گرایش پیدا کرد. من درست 9 روز بعد از سال 1392 که ایشون انتخاب شد یک نامه 9 صفحه‌ای به خدمت ایشون ارسال کردم. تیترش بود لطفاً آقای روحانی نگاهی به اطراف خود بیاندازید. همین اتفاقاتی که امروز داره میفته و همه آدمایی که یه سری مسائل به وجود اومده اون روز بهش گوش زد کردم، به خدمت ایشون دوستانه خالصانه از موضع به حساب برادرانه کوچیک ایشون هر جوری که ایشون میخواد حساب بکنه. ولی ایشون نه تنها گوش نکرد بلکه غضب کرد به من و ناراحت شد و به مرور زمان اولا از تیم‌هایی که باید شایسته سالاری باشه استفاده نکرد. یکی 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 اومد دور بر خودش جمع شد، امثال آقای فریدون اومد و هر صورت این مسائل برای خود آقای روحانی به وجود آورد، امثال این تیم اقتصادی که بزرگترین تیم اقتصادی تاریخ ایران رو ایشون دور خودش جمع کرده. اصلا توقع برای این بود، همه فکر می‌کردن اگه فردا ایشون به ظرف اون 100 روز اول که گفته بود همه چی دگرگون میشه، اما هیچ اتفاقی نیست. چون کار نمی‌کنن متأسفانه خیلی‌هاشون، اراده‌ای در وجود این دوستان من نمی‌بینم که اصلا بخوان کاری رو انجام بدن. سیاست‌های غلطی رو اومدن اعمال بکنن که این سیاست‌ها رو حاضر نیستن، حتی اینقدر انتقاد پذیر نیستن، از انتقاد بدشون میاد، دوست ندارن نقدشون بکنن. این خیلی بده و یکی از مشکلات آقای روحانی اینه که دوست نداره کسی ازش انتقاد بکنه. صحیح. و آستانه و تحمل انتقاد پذیریشون پایینه. من به یکی از همین مقامات ارشد حال حاضر دولت روزهای اول بهش گفتم، گفتم یه همچین وضعیتی به این شکل خواهد بود. برگشت گفتش که من حوصله دعوا ندارم، هر چی میخوای شما بگی بگو، من جنگ نمیخوام با کسی بکنم. گفتم ببین این رایی که شما داری میری اینجوری میشه، باید شما این کارا رو بکنید. من حوصله دعوا ندارم. بعد به من یه پیشنهاد دیگه کرد که اینجا جای گفتنش نیست. منتهای مراتب میخوام خدمتتون عرض بکنم، اگر انتقاد پذیر باشن، اگر از دوستان دیگه بتونن استفاده بکنن، همین امروزش که ایشون میگه من دست مخالفین رو جناهای دیگر رو میبوسم، خب اگر روزهای گذشته به قول همین آقای افشاری که میگه زغال رو نمیدونم آب و اینها رو اعلام کردن نمیگفتن و یک مقداری هم از دوستان دیگه استفاده میکردن، همه رو منزوی نمیکرد، امروز راحت‌تر میتونست جمعش بکنه. اتفاقا دقیقاً آقای علیپور بذارید اینجا اینو ازتون بپرسم، چون عده‌ای اصلا انتقاد میکنن از آقای روحانی، خیلی از کسانی که اصلاح طلبانی که به نوعی از او حمایت میکردن، که دلیل مشکلات امروزش این هست که ظرف بعد از انتخابات دوم به نوعی به سمت راست چرخید، برای اینکه بتونه اونها رو هم راضی بکنه یه کارایی کرد که باعث شده نتیجهش امروز این باشه. نظر شما چیه؟ اصلا ایشون به سمت راست نچرخید. ایشون اتفاقا در دوران تبلیغات انتخابات سال 96 صحبت‌هایی رو کردن که اصلا جناح راست رو هم خیلی نگران و ناراحت کرد. و حتی اگه خاطرتون باشه در قروز قدس سال 96 یک سری شعار هم بر علیه ایشون داده شد که البته خب پیگیری کردن این مسائل رو. بعد یواش یواش آشتی ملی مطرح شد که آرومتر به هر صورت بسن، ولی تا الان نه از کسی رو خدمت شما از اون جناح به کار گرفتن، نه تا الان همفکری آنچنانی به هر صورت بین اینها صورت گرفته شده، نه ایشون گردش پیدا کرده به اون سمت، نه اصلا چنین چیزی نبوده تا به الان، مگر اینکه از ویروس که صحبتی کردن، حالا اون هم ظرف 10 روز 15 روز آینده مشخص میشه که صحبتاشون فقط صحبت بوده یا یعنی اینکه نه عمل هم توش خواهد بود و با جناح دیگه هم میخوان همکاری بکنن. که من امروز دیدم که بله بعضی از آقایون گفتن که از جناح مقابل گفتن حاضریم همکاری بکنیم و دولت رو به هر صورت یاری برسونیم، ولی ما میبینیم همین مسئله تو شورای شهر هم هست. به خاطر اینی که شهردار رو خوب انتخاب نکنن، نفر اولیه رو نمیذارن بیاد بالا که تهیه، چون به هر صورت جناح اصولگرا هستش، اون وارد نشه، جلوی اونو بستن. یک شهر رو از یک شهردار میخوان محروم بکنن که تهیه یک دونه جناح مخالف وارد شورای شهر نشه، یعنی 20 نفر به اضافه یک نفر نشود. خب این تمامیت خواهی، این بده. دوستان خودم هستن، ولی بده. اگر قرار هست کار بکنیم، دلسوزی داشته باشیم، باید همه با هم دست به دست هم فکری و هماهنگی بکنیم، کار کنیم. مطمئن باشه اگه همه سهیم باشن برای کار کردن،
کمتر ضربه به هم دیده میزنن. آقای افشاری، این بحث ترمیم کابینه که الان می‌بینیم مطرح شده، به نظر شما چقدر الان در این مرحله با توجه به صحبتی که آقای روحانی کرده میره به اون طرف که به اون طرف مقابل، به جناح مقابل یه جورایی در واقع امتیازاتی بده، اونها رو وارد بکنه؟ فکر می‌کنید تأثیرش در این ترمیم کابینه دیده بشه؟ من فقط خیلی کوتاه در نکات قبلی چند توضیح رو بدم. ببینید، من آقای روحانی رو میگم در حد خودش باید سهمش رو دید، و اگر بخوام یک نگاه علمی، واقع بینانه، منصفانه و جامع در تبیین مشکلات کنونی داشته باشیم، باید وضع عوامل مختلف رو در نظر بگیریم. من وضع بیشتر رو به مسائل ساختاری میدم، و قطعا روحانی هم در این وضعیت با انتخاب سیاست‌های غلط و از همه مهمتر رویکرد پوپولیستی. ببینید، آقای روحانی رویکرد دوگانه داره. حرف‌هایی که میزنه با عملش تطبیق نمی‌کنه، و این باعث شده که یک بی‌اعتمادی گسترده هم در جناح‌های سیاسی، هم از اصولگرا اصلاح طلب و هم در توده مردم نسبت به روحانی ایجاد میشه. دوماً به نظر من همونقدر اشتباه است که فکر کنیم حالا حتما این اعتراضات به یک تغییر بزرگ سیاسی منجر میشه. همونقدر هم اشتباه است که فکر میکنیم که حتما وضعیت همین گونه میمونه و نظام جمهوری اسلامی سرنوشت محتوم ایران. اصلا این گونه نیست. هم تاریخ داخل کشور ما، هم نمونه های جهانی نشون میده که یک دفعه اتفاقاتی میفته که همه رو شوکه میکنه. اما معمولا حرکت های سیاسی بزرگ به یک باره که نشدن، بلکه در ادامه حرکت های کوچک بودن. اتفاقی که در چند روز گذشته اتفاق افتاد در بازار تهران، امروز هم میگن کماکان بخشی از بازار تهران تعطیل هست، این نشون میده که اون اعتراضات دی ماه در سطح کلانش رو میگم، نه حالا در سطح بازیگران مختلفش، اتفاقا داره بزرگتر میشه. و باز هم اتفاقات بزرگ نتیجه پیوندی که حالا خیلی هم ارادی نبوده، مبتنی بر نقشه از قبل هم نبوده، پیوستن جریان‌های مختلف به هم دیگه است. از این منظر بازار امروز متفاوت با گذشته است. اما من نمیدونم رو چه حساب میتونیم بگیم کسانی که پنج بالاخره صنف مهم بازار تهران فعلی بودن، اینها حالا با قاچاق هستن یا نیستن. من فکر نمی کنم لزوما چنین مسئله باشه. اون قاچاقچی ها خب از طرق دیگه ای عمل میکنن، منتها همین بازار هم امروز چرخش نمیچرخه و از این منظر هستش که معترض شده. خب ولی به نظر شما یا این اعتراض ها با توجه به اینکه همیشه صحبت این بود که اعتراض بازار میتونه هر اعتراضی رو به یک مرحله دیگه ای ببره، آیا فکر میکنید که این اعتراض های اخیر میتونه یک در واقع لایه جدیدی اضافه بکنه به اعتراضاتی که بوده، اعتراضات رو به یک مرحله بالاتری ببره؟ ببینید، بله قطعا که این کار همین الان کرده بالاخره، و خودش به حال اعتراضات رو در سطح کلانش و کلیتش تقویت کرده. اما این تصور که ما بازار رو یک امر واحدی بدونیم و فکر کنیم در طول این 14 میش فرقی نکرده و یک عامل تعیین کننده هست، نه، من با این موافق نیستم. وزن سیاسی بازار نسبت به دوران انقلاب کمتر شده، اونقدر سیاسی نیست. بازار در اون موقع نیروی سیاسی بود. درست. هم گرایش ملی، هم گرایش ملی مذهبی، هم سازمان مجاهدین خلق و هم نیروهای موسوم به خط امام، حالا اصول اون موقع نیروهای اسلام گرای سنتی، همه در بازار پایگاه داشتن. بازار یک پایگاه سیاسی مهم جامعه بود. دقیقا. الان اونگونه نیست. ولی این تصورم که فکر کنیم بازار تهران در انحصار مؤتلفه هست، اینم برداشت اشتباهی هست. مؤتلفه مثل دیگر بخشایی که حکومت با یک اقلیتی اونو در دست گرفته، همین حالت هم در بخش رسمی بازار داره، ولی بخش اکثریت بازار هم مثل دیگر حوزه های جامعه حالت به اصطلاح مستقل خودش رو داره و عمدتاً هم نیروهای غیر سیاسی هستن البته. اما برگردم به سوال شما که گفتید که شنیده ها حاکی است که دو مقام اقتصادی در آستانه اخراج از دولت هستند. وزیر اقتصاد آقای کربوسیان و همچنین رئیس بانک مرکزی آقای سیف. و صحبت هستش که باز هم تایید نشده است که آقای طیبی وزیر سابق اقتصاد مورد نظر آقای روحانی است که تاکنون نپذیرفته که ریاست بانک مرکزی رو به عهده بگیره. خب این تغییر واقعا اگر همین گونه باشه، این تغییر بزرگی نیست و من خوشبین نیستم که منجر به نتایج بزرگی شه. البته کارنامه آقای طیبی و برخوردهاش به مراتب از مسئولین فعلی بهتر هست، اما آن چیزی که بیشتر اقتصاد در دوره، یعنی در حد اختیارات دولت روحانی دارم میگم، در حد دولت
به مشکل رسونده بود حلقه نزدیکان آقای روحانی هستن. نفر اصلی اقتصادی تیم اقتصادی آقای روحانی آقای نوبخت است. مسئولیتش خب رئیس به اصطلاح سازمان برنامه بودجه است، ولی فراتر از اون نفر اول تنظیم کننده سیاست‌های اقتصادی در عمل بوده. نفر بعدی آقای نهاوندیان هستش و این دو هم به شهادت عملکردشون افرادی هستن که دانش اقتصادی بالایی ندارن، هم در حوزه چون به حال دولت به خصوص در حوزه همین مدیریت‌های اقتصادیش هم فقط دانش نیست، یک مهارت‌های عملی هم می‌خواد، به یک دید سیاسی بالایی میخواد. اینا هر دو هم نمره های پایینی در این زمینه میگیرن و هم حالا با آقای نهاوندیان و برادر خود روحانی مطرح میشه که همون بحث های راندخاری و به حال اتهاماتی متوجه این نیروها هست و اینا سوابق خوبی هم در گذشته نداشتن و هم که آبش این رو میدونن. بنابراین مجموع اینها رو در نظر بگیریم، در حوزه توان روحانی هم بعید میدونم این تغییرات منجر به نتایج خاصی بشه. حرف‌های دیروز روحانی رو هم بخوام جمع‌بندی کنیم، آخرش این بود که واقعا چیزی در چنته نداره و اتفاقا به نظر من نگرانی‌ها رو بیشتر کرده بعد از این اتفاقات، یعنی بعد از به اصطلاح این صحبت‌های اخیر هم. و حالا من باز هم برمیگردم به بحث اولیام که میخوام آقای افشاری میخوام ازتون خواهش بکنم چون فرصت خیلی کم است، اجازه بدیم آقای رحمانی هم صحبت بکنن. آقای رحمانی می‌خواستید چیزی بگید، بفرمایید. ببینید یه مسئله هست، ببین آقای افشاری بحث سیاست اینه که شما بدون اتفاقات بزرگ لاقل تحلیل کنید، مثل سال 57 دنبال موج نری یا مثلا حتی دوری اصلاحات نیست که آدم باید بتواند بگه لاقل در یه اتفاق حتی پیشگویی نیست چه اتفاقی میفته. واقعیت این است که بله اتفاقات بزرگ که میفته، این اتفاقات بزرگ لحظه‌ای کردن بحث حزب سیاسی یا تحلیل سیاسی است. به نظر من در داخل حکومت ایران عده‌ای هستند که این توانایی داشتن و انجام میدن و گاهی سوار میشن بر حرکت‌های دیگران. این یه بحث تجربی تلخیه که من از دوری جوانی تا امروز باید توجه کردم. ولی تو همین چارچوب اگه دقت بکنید، این مانوری که آقای روحانی دا در حقیقت یک مفره، اینکه اقتصاد ایران نجات پیدا نمیکنه. ببین آقای علیپور یه توجهی باید بکنه. آقای علیپور تمام کسانی که شایسته هستن رو نظام گذاشته کنار، اونایی که یه مقدارم شایسته هستن رو حذف کرده. الان مثلا آقای صفای فراهانی، آقای خامنه اجازه میده آقای روحانی بره تو تیمش؟ ببینید شایسته سالاری آقای رحمانی، ممنونم ازتون. اجازه بدین آقای علیپور هم یه دقیقه جواب بده. آقای علیپور خیلی کوتاه، یه دقیقه وقت داریم. من حالا ای کوتاه، من میخوام نه میخوام آقای علیپور جواب شما رو بدن. آقای رحمانی واسه میخوام یه دقیقه. آقای علیپور ببینید خدمت شما عرض کنم که بحث ها چون به هم میپیچه خیلی زیاد میشه و از هر دری یه سخنی میاد، باید هی جواب این رو بدی جواب اون رو بدی، متاسفانه نتیجه کلی و خوبی گرفته نمیشه. از اون طرف بحث آقای طیب نیا مطرح میشه، آقای طیب نیا هست، علی طیب نیا که نمیتونه اصلا رئیس کل بانک مرکزی بشه، چون اولا فکر نمیکنم قبول بکنه، ثانیا باید 10 سال سابقه بانکی داشته باشه رئیس کل بانک مرکزی، چون اصلا سابقه بانکی نداره. در ارتباط با اینکه مخالفین رو میتونن استفاده بکنن یا نمیتونن استفاده بکنن، چرا خیلی هستش که الان آقای روحانی استفاده کرده، متاسمت وزیر بهشون نداده، اما بغل دست خودش که میتونسته بیاره بهشون، به هر صورت به عنوان مشاور ازشون، از مشاورشون استفاده بکنه. از صفای فراهانی که میتونه استفاده بکنه، چرا نمیاره استفاده بکنه؟ و شما از کجا میدونید که حتی صفای فراهانی شاید الان کنارش نباشه؟ منتهای مراتب دوستان اما هر جا نشستن. آخه بحث آقای خامنه ای نیست، شما همش میگی آقای خامنه ای، آقای خامنه ای، آقای خامنه ای، اصلا آقا ببینید آقای رحمانی من به شما احترام زیاد قائلم، منتهای مراتب میخوام خدمتتون عرض کنم، من علیپور اگر رفتم نماینده مجلس شدم بهم که کاغذ میدن میگن التزام عملی به ولایت فقیه داری یا نداری، یا میگم آره یا نه، اگه آره باید التزام داشته باشم، یعنی هر دخالت یا مگر ایشون میکنه باید قبول داشته باشم. من ممنونم از هر سه آقایون، آقای افشاری، آقای علیپور و آقای رحمانی، متشکرم که با این بحث جالب همراه ما شدید. این بود صفحه 2 آخر هفته، برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس شماست، bbcpersian/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم ببینید، لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، همینطور لینک پادکست ما، شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. این برنامه در صفحه فیسبوک هم در دسترس شماست، facebook.com/bbcpage2. از طریق فیسبوک و توییتر نظراتتون رو هم به ما بگید. ممنون که با ما همراه بودید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب و روزتون خوش.